پیش از این آتش بر دل زارم بزن. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 16 ماه اوت سال 2014 میلادی برابر با 25 مرداد ماه یا امرداد ماه 1393 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM 670 AM رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه امشب با ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد برای علاقمندان خودش تکرار خواهد شد و پس از آن هم در سامانه شخصی من homosarshar.com میتونید در بخش آرشیو برنامه های قبلی را اگر نشنیدید و دوست دارید بشنوید. خب گفتن که صبحانه ها بوی محبت مادر را می دهند حتی اگر تخم مرغ باشند، ولی فعلا چای اولتون رو تازه دم و گرم بریزید، بفرمایید سر سفره براتون چای داغ و نان داغ و بحث داغ داریم. خب یک سر تند و سری بزنیم به اخباری که هفته گذشته جلب توجه همه ما رو کردن و بخشی از این خبرها رو در طول برنامه هم به مناسبت‌های مختلف در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی مهمترین خبرهایی که در واقع الان همینجوری با یک نگاه گذرا به نظر من در ذهن همه ما مونده، اولینش یک خبر خوش برنده شدن مریم میرزاخانی، زن ایرانی که با تمام قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی که متوجه زنان ایرانی در داخل ایران هست و پس از اون هم در خارج از کشور، جایزه و مدال افتخارآمیز فیلز رو از خانم پارک گیون‌های رئیس جمهور کره جنوبی دریافت کرد که این جایزه معادل جایزه در واقع نوبل هست در ریاضیات و مریم انتخابش برای این جایزه بسیار سرصدا کرد به دلیل اینکه او اولین بانو و اولین ایرانی است که این جایزه رو گرفته. با شادباشای فراوان به این بانوی نخبه که در ایران هم در المپیاد ریاضیات برنده بود و پس از اون به دلایل مختلف و درگیری ها و محدودیت هایی که براش پیش اومده بود به خارج از کشور سفر کرد. او از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریفه و سپس به دانشگاه هاروارد رفته و الان یکی از اساتید دانشگاه استنفورد هست و باعث افتخار جامعه ایرانی. آقای روحانی رئیس جمهور اسلامی هم ایشون رو بهش تبریک گفته، توییت کرده عکسش رو و جالب اینه که عکسی که از مریم چاپ کردن یه عکس با روسری با حجاب دوران که در ایران زندگی میکرده و بعد یک عکس جدیدش هست که خیلی هم چهره زیبا و دلنشینی داره با موهای کوتاه، قدیما ما میگفتیم موهای گوگوشی، مدل گوگوشی. و جالب اینه که از او دعوت کردم به ایران بره، ولی سال قبلم گفته بودم و بعد آقایی از طرف قائم مقام بنیاد نخبگان گفتن که ایشون با دلایل شخصی نتونستن برن، ولی دلایل شخصی نبوده چون ایشون همسر امریکایی دارن و یک فرزند، فرزندشون باید بوده ویزا میگرفته برای اینکه بره
به ایران و به او ویزا ندادن، ولی باز هم دعوت رو تجدید کردن و حالا ببینیم که ایشون این دعوت این بار قبول میکنن یا نه. خانم ولری جارت هم که مشاور آقای پرزیدنت اوباما هستند به مریم تبریک گفت. ایشون اگه یادتون باشه از در متولد شیراز هستن و زبان فارسی هم بلدن. در کنار جایزه‌ای که به مریم میرزاخانی دادند، یک در کره جنوبی، یک جایزه هم به کارگردان مشهور ایرانی محسن مخمل‌باف دادند در همین کره جنوبی که جایزه صلح مانها هست و این جایزه سالانه به افرادی که در بخش‌های مختلف صلح، خدمات اجتماعی، هنر و ادبیات اثرگذار باشند داده میشه که امسال این جایزه به محسن مخمل‌باف تعلق گرفت. ولی خبر در واقع خبری که بیش از همه جلب توجه میکرد و در موردش خیلی هفته گذشته صحبت شد، خودکشی رابین ویلیامز بود. در این مورد در طول برنامه صحبت میکنیم. همینجور هنرپیشه معروف لورا باکال در سن 89 سالگی در اثر کهولت سن درگذشت. استعفای آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق و جایگزینی حیدر آبادی به جای او و اعلام آمادگی رهبران قبایل سنی عراق برای همکاری با او و همینطور مسعود بارزانی از طرف کردها هم اعلام حمایت کرد و انتظار می‌ره که این تغییر باعث کمی آرامش در عراق بشه، به دلیل اینکه واقعا در اون منطقه داعش دیگه داره قیامت میکنه. مشکلی که و فجایعی که بستر ایزدی ها در شمال عراق به وجود آوردن، بعضی ها میگن ایزدی ها، بعضی ها میگن یزدی ها، بعضی ها میگن یزیدی ها، در واقع فعلا مثل اینکه روی ایزدی ها توافق عمومی است که به این نام خوانده بشن این طایفه و بسیار در شرایط بحرانی قرار داشتن. در هفته که گذشت نیروی نظامی آمریکا در یک پروژه بسیار سریع تعداد از اینها را نجات داد، کمک غذایی و آب و موادی که لازم داشتن رو براشون فرستاد و در واقع به کمک اونها شتافت. ولی هنوز وضع بسیار بسیار بحرانی است و در این زمینه آقای اوباما هم با وجود که در مارتز وینیارد تعطیلات خودشون میگذراندند، یک مصاحبه مطبوعاتی کردند و به مشکل این موجود در عراق اشاره کردند و اینکه چرا آمریکا داره کمک های انسانی میفرسته اونجا و بعد هم مشکل دیگری که در آمریکا به وجود اومده و تظاهرات فراوانی رو به دنبال داشته، مسئله کشته شدن یک پسر جوان سیاه‌پوست در شهر فرگوسن در ایالت میزوری بوده که به دنبال این قتل که توسط یک پلیس انجام شده، تظاهرات زیادی و ناآرامی در این شهر برگزار شده، به طوری که ظرف دو روز گذشته حتی کار به شلیک تیرهای گازهای اشکاور و تیرهای هوایی از طرف پلیس انجام میده و بعد بالاخره رئیس پلیس اعلام کرده نام پلیسی که تیراندازی کرده رو که نمیخواستن اعلام بکنن ناچار شده اعلام بکنه و بعد هم ویدیویی رو در آخرین ساعت روز گذشته پخش کردن که در اون نشون میدادن که این پسر جوان به یه فروشگاه رفته و یه بسته سیگاری که حدود 48 دلار قیمتش بوده رو دزدیده و با فروشنده اون مغازه و یا صاحب اون مغازه درگیر شده. باز هم پخش این ویدیو باز به تظاهرات دامن زد و عده‌ای میگن پلیس در نهایت بی کفایتی و بعد هم به دلیل اینکه اون پسر سیاه‌پوست بوده کشتنش و الان دارن در موردش پرونده سازی میکنن که این پرونده سازی ها درست نیست. شورای امنیت سازمان ملل هم هفته که گذشت به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه گروه داعش و گروه های جهادی مشابه مثل بوکو حرام اینها در عراق و سوریه و افریقا تصویب کرد و اعلام کردند که باید هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی بشه و به این بحرانی که این گروه های جهادی دارن به وجود میارن. وضع در اوکراین به دنبال خبر ورود خودروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین بحرانی شده و با افزایش تنش در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا و ناتو روسیه رو به دامن زدن به این تنش متهم کردن و روسیه هم البته اعلام کرده که نه هیچ همچی کاری رو نکرده.
منتها و فعلا معلوم نیست در اون منطقه هم بحران زیادی است. آقای روحانی هم رئیس جمهور اسلامی ایران هفته گذشته به خاطر در ارتباط با موزل انرژی اتمی عصبانی شدند و یه دی رو تشر زدند و در مورد لحن صحبت او کمی انتقاد شد و بسیاری اظهار خوشحالی کردن که بالاخره ایشون یه حرکتی کردن، یه حرفی زدن به جای که لبخند بزنن، ولی حالا باید منتظر نتیجه این تشر زدن باشیم. در واقع فردا یک شنبه آقای یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی اتمی به ایران میره و تا ببینیم که نتیجه سفر او چه خواهد شد. آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم در هفته که گذشت، ایشون نماینده ویژه در امور مربوط به حقوق بشر در ایران هستند، اتهاماتی رو که از سوی جمهوری اسلامی علیه ایشون وارد شده بود و رد کردند و گفتن هیچ درست نیست و ایشون کاملا بی‌طرفن و هر گزارشی که میدن از روی کار حرفه‌ای خودشون انجام میدن، چون آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، چه تیتر بالا بلندی هم دارن ایشون، دبیر ستاد حقوق بشر. حالا اون حقوق بشری که در ایران وجود نداره چطوری ایشون دبیر ستاد شن ما نمیتونیم. در هر حال چندین بار گزارشگر آقای احمد این گزارش‌های آقای احمد شهید رو غیر واقعی خونده و ایشون رو متهم کرده که طرفداری میکنه. اعلام هم کردن که 27 زندانی دیگر رو از زندان‌های بند 350 اوین به زندان‌های دیگه بردن. قرار است که این بند 350 رو در واقع مثل این که میخوان انحلالش کنن و ببندن به دنبال تمام این اخباری که از اونجا داریم میاد در مورد حمله و ضرب و شتم زندانیان بند 350. قبلا هم تعدادی دیگر رو برده بودن و هنوز تعدادی در این بند هستن، ولی در واقع مسئله و موزل این بند 350 حل شدنی نیست. یک خبر جالب دیگه هنری هم فیلم جدید پیمان معادی که با نام کمپ اکس ری آماده پخش شده به از 17 اکتبر در آمریکا روی اکران ها میاد. در این فیلم پیمان معادی نقش یک از زندانیان گوانتانامو بی را بازی میکنه و نقد هایی که روی این فیلم نوشتن بازی چشمگیر او رو و کارگردانی پیتر ساتلر کارگردان این فیلم رو بسیار در موردش حرف زدن و در واقع این فیلم برای سندنس سال 2014 جشنواره سندنس هم انتخاب شده با تبریک فراوان به پیمان معادی هنرپیشه خوب ایرانی. داریم وقت یه دقیقه. خب پس یه خبر سریع دیگر هم بگم در مورد یک بانوی قاضی ایرانی، خانم اشلی تبادور، که برای همه شما نامی آشنا هستن. ایشون از وزارت دادگستری آمریکا شکایت کردن و شکایت خودشون رو مبنی بر این که در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا دستور داده که او نمیتونه در مورد پرونده شهروندان ایرانی تصمیم گیری بکنه، این پرونده ها نباید به او ارجاع بشه و خانم اشلی تبادور اعلام کرده که این غیر تناقض داره با اصل آزادی سخن و آزادی انجمن و به همین دلیل از وزارت دادگستری شکایت کرده و حالا باید منتظر باشیم ببینیم که ادانامه خانم تبادور به چه نتیجه این میرسه و آیا موفق میشه که این دستور رو نقض بکنه و یا این لایحه رو یا این در واقع منع رو برداره یا نه. خب خبرها فراوان بودند دیگه، وقتی که اجازه داد به اونهایی که بیشتر تو ذهن من بوده بودند بومانده بودند اشاره کردم. چای اول بریزید، گرم و داغ بنشینید، چای دوم در واقع مثل که از وقت حال چای اولتون خوردید نوشیدین، تا ببینیم که برنامه روز در چه موردهایی هست. شنوندگان عزیز، مژگان رهبر هستم و از شما دعوت می‌کنم هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به برنامه نقش نفس و روان، برنامه تقویمی اداره بهداشت روان لس‌آنجلس LA Department of Mental Health گوش کنید. شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس‌آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟ غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟ میداد ولی دیگه نمیده. منظورتون چیه؟ اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم. دیپرس؟ همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پس، مزه هم که نگو مزه بهشت. بهشت؟ عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد. خوش اومد. شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار سی پی ای، درباره جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران با شما سخن می‌گوید. 310-719-1040 714-546-4272، دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. یاران، هفته‌ای که گذشت خبر خودکشی رابین ویلیامز، کمدین و هنرپیشه بسیار مشهور آمریکایی، در واقع سراسر جهان و علاقمندان به او رو تکان داد. و بعد به دلیل اینکه خودکشی او در نتیجه افسردگی خیلی عمیقی که او داشت و جدی اعلام شد، فکر کردم که برای بسیاری از شما عزیزان مثل خود من جالبه که با یک متخصص در این زمینه صحبت بکنیم و ببینیم عواقب افسردگی آیا برای افراد این چنین، هنرمندان این چنین که در واقع تمام عمرشون ماها رو خندوندند و یا انسان‌های عادی که حتی در زمینه‌های هنری هم نیستند، آیا میتونه چنین عواقبی رو داشته باشه و چطور میشه اونها رو تشخیص داد؟ در این زمینه با آقای دکتر جواد نفیسی که یکی از دیپلمات‌های در واقع بورد روانشناسی و اعصاب هستند و در 40 سال گذشته در این زمینه فعالیت، در زمینه روانشناسی فعالیت فراوانی کردند و خودشون از ابداع کنندگان یک شیوه درمانی هستن به عنوان Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy گفتگوی بکنیم. آقای دکتر نفیسی در شهر ما در لس آنجلس و بیولی هیلز به کار خودشون اشتغال دارن، ولی همچنان به تدریس و پژوهش در این زمینه در طول سالها ادامه دادند و ایشون در 40 سال یا 34 سال گذشته با سخنرانی ها و تدریس در این زمینه این شیوه جدید روان درمانی رو در آمریکا جا انداختن و یکی از معتبرترین اساتیری هستن در این رشته که کار کردن و در سراسر آمریکا شناخته شدن. آقای دکتر جواد نفیسی، صبح شما بخیر. خانم هموسرشار، من خدمت شما سلام عرض میکنم و از اینکه لطف فرمودید منو به این برنامه خوب خودتون دعوت کردید متشکرم. همچنین خدمت شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما هست. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر نفیسی، هیچ کس باورش نمیشد که رابین ویلیامز دچار افسردگی باشه و بعد اعلام کردن افسردگی عمیق داشته. شما به عنوان یک متخصص به ما بگید آیا این امکان هستش که آدم هایی که دورور ما هستند، در بین دوستانمون، در بین افراد خانواده، واقعا دچار افسردگی باشند و ما نفهمیم و کسی نفهمه و واکنش هاشون یا اعمال و رفتارشون رو باعث تعجب ما بشه ولی هیچ کس ندونه که اینها افسردگی دارن، شاید هم خودشون بعضی موقع ندونن، این امکانش هست؟ کاملا خانم سرشار، نه تنها امکانش هست، به نظر من بشری نیست که در زمانی تو زندگیش یک احساس افسردگی به طور خفیف یا یک غم خیلی شدید نداشته باشه. در نتیجه این یه چیزی نیست که اتفاق افتاد برای رابین ویلیامز یا چیزی که اتفاق میفته برای دیگران.
برای خود ما هم اتفاق میفته و من مطمئنم که شنوندگان گرامی و همه ما در از بین دوستان و آشنایان اخبار خودکشی رو داشتیم که اونها متاسفانه دست به چنین کاری کردن یا اینکه تونه جان خودشون رو گرفتن و همچنین در فامیل ها در افراد فامیل ممکنه این اتفاق افتاده باشه و یا از اون مهمتر خود ما ها ممکنه در مواقعی به فکر خودکشی افتاده باشیم یا حتی ممکنه که دست به این کار زدیم ولی بدن نجات پیدا کردیم. در هر صورت یک چیز بسیار شایعه و اگر شنوندگان شما علاقه من باشن، من راجع به آمار شیوع این خودکشی برای شما چند کلمه بگم. حتما حتما آقای دکتر نفیسی بفرمایید، من خود من هم خیلی علاقه مندم بشتم. اولا اینکه یه چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده، یه چیز جهانی. خب و توی دنیا اگه بخواییم نگاه کنیم، کشورهایی هستن که در اونها خودکشی شایع ترینه، مثل مثلا لیتوانیا و کره جنوبی، در افراد زیر 40 سال یکی از بزرگترین علت مرگ و میره در این کشور. و اگر خاطرتون باشه تو کره جنوبی یکی از رئیس جمهورهاشون هم خودکشی کرد. بله بله. بعدم توی گیانا اگر یادتون باشه 1978 در جونستان، بله بله، 914 نفر خودشونو دست جمعی خودکشی از رهبرشون جیم جونز جون خودشونو از دست دادن و متاسفانه اون تراژدی شدید صورت گرفت با سیانور. اگر به تاریخ نگاه بکنیم میبینیم که مثلا ژاپن که رقم 7 داره در مورد تعداد خودکشی ها، در طول تاریخ عده‌ای با افتخار خودکشی میکردن و یه محله‌ای هست در دامنه مانت فوجی که سالانه 100 خودشونو میکشن. چین شماره 9 داره و خانم ها بیش از هر کشور دیگه در چین خودشونو میکشن. آمریکای خودمون هر سال عده خیلی خیلی زیادی خودشونو میکشن و شاید هم علاقه من باشید ببینید که در ایران کشور خودمون در چه رتبه قرار داره. در چه رتبه ایران آقای دکتر؟ ایران رقم 72 داره در این مورد. خب پس انقدر بد نیست اوضاع. نه و متاسفانه در دنیا اگر بخوایم نگاه بکنیم هر سال 1,000,000 خودشونو میکشن. و در 6 آینده حد زده شده که این رقم به 1.5 برسه. عجب عجب. خب ولی دلایل حتما این خودکشی ها دلایل متعددی داره. آیا شما آماری هم دارید که چند درصد از اینها به دلیل این افسردگی به وقوع می پیونده؟ ببینید برای این که ما جواب این سوال بدیم اول باید ببینیم افسردگی چیه. بله ممنون میشم اگه بفرمایید دکتر حفیظی. افسردگی اون چیزی نیست که شما و شنوندگان عزیز ما فکر میکنن هست. افسردگی فکر کردنی نیست، افسردگی حس کردنیه، تجربه کردنیه. و فقط ما موقعی میتونیم بفهمیم که این افسردگی چه حسیه که خودمون اونو تجربه کرده باشیم. مثل اینکه شما دستتون با آتش بخوره و بسوزه یا آب جوش بریزه و بسوزه، اینو ما نمیتونیم به طور عقلانی و فکری راجع بهش صحبت کنیم مگر اینکه دستمون سوخته باشه. حالا مجسم کنید که این افراد افسرده این سوزش و درد رو به مدت طولانی یا مادام العمر دارن و این درد شدیده که سبب میشه یا به مواد مخدره دست بزنن یا اینکه جون خودشونو بگیرن و یک
نوع این افسردگی ها ممکنه عوامل ارثی داشته باشه. البته تعداد خیلی کمتری از افسردگی هاست. بیشتر افسردگی ها نورادیک افسردگی و در نتیجه به علت عوامل محیطی و زیستی در طفولیت صورت گرفته. من در برنامه های قبلی خدمت شما و شنوندگان عزیز آوردم که اگر بخوایم ما با همین آقای ویلیامز صحبت بکنیم، فرض کنیم برای یه دقیقه مجسم کنیم که ایشون بتونن توی گور بلند شن و همجور که من با شما با تلفن صحبت میکنم با تلفن با شما صحبت کنم و من مطمئنم که شنوندگان عزیز و شما سوالات زیادی از ایشون دارید. اگر یکی از این سوالات از ایشون باشه که تو که اینقدر معروف بودی، دنیا رو میخندوندی، از نظر مادی موفق بودی، چرا این بلا رو سر خودت آوردی؟ من فکر میکنم که این چرا زیاد برایش خوشایند نباشه، چون یه حالت کمبود حساسیت عاطفی در این سوال چرا. انگار که اگر من پول دارم و یا معروف هستم دیگه نباید دردی داشته باشم. ایشون تا اونجا که من اطلاع دارم متاسفانه زیاد در مورد تاریخچه و بچگی ایشون صحبتی نشده تا اونجایی که من میدونم، ولی انقدر من میدونم که ما ایشون فرزند یک مادری بودن که زیبارو و یه مدل بوده و پدر ایشون یکی از مدیران یک کارخانه ماشین سازی بوده و ایشون از بچگی یه اشکالاتی داشتن، یک حالت خجالتی داشتن، تو مدرسه خیلی بولی می شدن و خودشون گفته بودن مکرر که من هیچ موقع نمیتونستم خودم رو جا بکنم، در نتیجه با خندوندن اونها سعی می کردم یه جایی پیدا بکنم. پس این احساس بیلانگینگ و تعلق برای ایشون متاسفانه صورت نگرفته بود. دکتر نفیسی عزیز، وقتمون چون داره به سرعت تموم میشه، میخواستم ازتون خواهش کنم که فقط بفرمایید که اگر چنین احساسی، حال شنوندگانی که دارن گوش میدن، چنین احساسی یا چنین حالتی رو کسی خودش احساس بکنه و حتی اطرافیان نفهمن، امیدواری اینی که به کمک، با کمک متخصص، با کمک روانشناس، با کمک روانپزشک به یاری خودش بره و در چاه عمیق‌تری نیفته هست؟ بله 100%. من اگر بتونم دلم میخواد ببینم درمانی، چون ایشون تحت درمانم بودن، چند بار رفته بودن، میخوام ببینم این درمان کجا شکست خورد که ایشون دست به خودکشی زد. ببینید هر خودکشی برای کسی که تحت درمانه یه شکسته و شکست پزشکشه، یعنی شکست معالجشه، پزشک معالجه تمام سیستم درمانی. بله بله. و متاسفانه در آمریکا اصلا اجازه داده نمیشه که ما این کسانی که میخوان خودشونو بکشن، اگر اون آنی که باشون صحبت میکنید این تصمیم رو نداشته باشن، ما بتونیم اونها رو مجبور کنیم تو بیمارستان بخوابن. چون این از نظر دموکراسی و قوانین اینجا به پزشکان این اجازه رو نمیده. پس یه مقداری دست و بالتون بسته است. معذرت میخوام؟ میگم یه مقداری دست و بالتون بسته است. دست و بال بسته، کاملا درست میگم. به اضافه این که اصلا نباید به این مرحله برسه. من فکر میکنم علم روانپزشکی و علم روانشناسی گناهکاره در موارد این همه خودکشی هایی که ما میبینیم. و مثل بقیه علم ها، مثل رشته فرض کنید جراحی، چشم پزشکی، اونجوری که شاید باید اکانتبل و مسئولیت رو نتونسته به عهده بگیره و پیشرفتش هم به خوبی فرض کنید جراحی و چشم پزشکی و سایر تخصص ها نبوده، به دلیل محدودیت هایی که براتون به وجود اومده. چقدر سپاسگزارم از شما آقای دکتر جواد نفیسی. البته بحثمون میتونه ساعت ها ادامه پیدا کنه، بسیار بحث جالبی است و اگه اجازه بدید باز هم من خدمت شما
تلفن بکنم و ازتون دعوت بکنم که در این برنامه این بحث رو در برنامه‌های آینده ادامه بدیم، به دلیل اینکه در جامعه ایرانی مسئله افسردگی یکی از معضلاتی است که وجود داره و غالبا هم متاسفانه پنهان میمونه. با کمال میل و دوباره متشکرم از اینکه من دعوت کردید. خواهش میکنم. با شنوندگان شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم آقای دکتر جواد نفیسی. پانزدهمین سالگرد فعالیت پربار و موفقیت آمیز رادیو ایران 670 AM را تبریک و سپاس میگویم با آرزوی سالهای پربار بیشتر. دکتر شهره ارشادی. تیم والیبال ایران در مقابل تیم آمریکا در مسابقات USA والیبال کاپ قرار می‌گیرد. برای پشتیبانی از تیم والیبال ایران، بلیط‌های خود را از تارنمای usavolleyballcup.com، تیکت مستر و محل اجرای مسابقات تهیه فرمایید. CBS Auto Body Shop نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. راستی اینا ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟ بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره CBS Auto Body Shop رو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم. خوب. گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو. بریکالو. اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشون هم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام آفاری. دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که در میبینی ماشینه من از روز اولش هم بهتر. مگه میشه؟ چه عالی. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. 818-765-5300. 818-765-5300. K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک هنرمند یک اثر. یاران در این بخش از برنامه به سراغ هنرمندی میدیم که نامی است بسیار آشنا برای همه ما، هنرمندی که علاوه بر نمایشنامه نویسی، کارگردانی، نویسندگی، تهیه کنندگی و بازیگری کارنامه هنری فوق العاده درخشانی داره و یکی از معدود افرادی هم هست که در کنار این فعالیت‌های پربار خودش در فعالیت‌های یک کوشنده حقوق بشر و یک کوشنده سیاسی هم هست و این هنرمند گرامی کسی نیست جز پرویز صیاد که برای همه ما نامی است آشنا. و دلیل اینکه به سراغ پرویز صیاد امروز من دارم میرم در این برنامه، سالگرد فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان هست که 37 سال از اون روز گذشته، از در ماه اوت سال 1987 یعنی 28 مرداد 1357 این اتفاق افتاده و در چند دهه، در واقع دو دهه یا دو دهه و خورده‌ای، پرویز صیاد هر سال با روی صحنه بردن محاکمه سینما رکس که یکی از درخشان ترین کارهای او بوده، ما ایرانی های خارج از کشور را به یاد این فاجعه انداخته و بعد سوال و پرسشی که در ذهن او بوده و یا تحقیقاتی که در این زمینه کرده برای اینکه فاجعه آتش سوزی سینما رکس و دلایلش رو به جهانیان بشناسونه برای همه ما شناخته شده است و به یاد آورنده یکی از کارهای درخشان پرویز صیاد. آقای پرویز صیاد صبح شما بخیر. درود بر شما خانم سرشار و درود بر شنوندگان برنامه شما. خیلی سپاسگزارم که دعوت من رو قبول کردیم. میدونم تازه از راه رسیدید از یک سفر طولانی و تور هنری که به استرالیا رفته بودین، ولی با محبت فراوان دعوت من رو قبول کردید که امروز با هم در مورد سینما رکس صحبت بکنیم. بسیار منم از شما سپاسگزار هستم از اینکه چنین فرصتی به من دادید. خواهش میکنم. آقای صیاد به ما بگید چی شد که شما به فکر این افتادید که این تئاتر
محاکمه سینما رکس رو بنویسید و چگونه این فاجعه و این واقعه و رویداد روی شما به عنوان یک هنرمند اثر گذاشت؟ خدمتتون بگم که من زمانی که این اتفاق افتاد، این فاجعه رخ داد، در ایران نبودم. کمی قبل از این فاجعه از ایران خارج شدم و خاطرم هست که در مونیخ با یک دوستی قرار داشتم در یک کافه‌ای که وقتی اون دوست من آمد، به محض ورود خبر این فاجعه رو به من داد، گفت دیشب یک چنین اتفاقی افتاده. و دوست منم که اتفاقا یکی از هنرمندان به نام بود و منم خیلی بهش علاقه داشتم، ضمن صحبتش اشاره کرد که بالاخره شاه کار خودش رو کرد و این سینما رو با حدود 400-500 آدم زنده با آتش کشید. گفتم این خبر از کجا تو میدونی الان؟ چه گفت دیشب تمام جرایید اینجا، تمام رسانه‌ها اینجا راجبش حرف زدن، امروز هم تیتر اصلی روزنامه‌های آلمانه. گفتم این تیتر میگه که شاه این کاری کرده؟ مستقیما میگه نه. گفت نه، شاه این کارو نکرده مطابق با این گزارش ها، ولی ما باید بگیم شاه این کار کرده. نه. این اولین جرقه‌ای بود که من اول از یه دوست بسیار هنرمندی که خیلی هم بهش علاقه داشتم، وقتی یک چنین قضاوتی رو شنیدم یه کمی خیلی جا خوردم. و بعدم به عنوان اینکه کار من سینماست، خود منم بازیگر سینما، بارها تماشاگران به سالن سینما اومدن، فیلم من دیدن، احساس مسئولیت چند جانبه کردم و خیلی بیش از فکر میکنم بیش از یه آدم عادی که از هر این خبر بر هر آدمی تحت تاثیر قرار میگیره و متاسف میشه، من متاسف شدم. این همجوری تو ذهن من بود تا اینکه من آدم مسائلی گذشت. چندین سال بعد در همین لس آنجلس خودمون، دقیقا یادم هست که 1985 در کالیفرنیا، هم لس آنجلس، یک جزوه‌ای منتشر شد که نام نویسنده پاش نبود، نام مستعار بود البته، به نام بهمن. و این جزوه عنوانش این بود که مسببین آتش سوزی سینما رکس چه کسانی هستند. اینطور به نظر می آمد از نوشته که اون شخصی که این مطلب رو نوشته خودش در تمامی اون جلسات در آبادان حضور داشته و یادداشت رو برداشته و حالا وظیفه خودش می دانه که اون واقعه رو، اون چیزی که اونجور که شنیده و شاهد بوده، بر روی صفحه کاغذ بیاره و به همه اطلاع بده. این بار چون تمام جزئیات کار رو در واقع این جزوه در برداشت، من به این فکر افتاد که من به این فکر انداخت که این محمل و دست مایه خوبی است برای نوشتن یک نمایشنامه، که ما بتونیم با اجرای این نمایشنامه، با تکرار این واقعی که رخ داده، بتونیم به یادآوری این فاجعه کمک کنیم. یعنی اجازه ندیم که این فاجعه فراموش بشه. از سوای این که این یکی از صفحات بسیار اسفبار حوادث زمانه ماست، یعنی دوران ماست. ضمناً هم از روز نخست هم شعار ما این بود که فراموش کردن یک فاجعه مقدمه است برای فاجعه بعدی. ما هر سال این نمایش وقت به صحنه می‌بردیم در ماه مرداد، این شعار ما بود که در رسانه‌ها و روزنامه‌ها با اون آغاز میکردیم. نمایشنامه محاکمه سینما رکس شما آقای صیاد واقعا یکی از درخشان ترین کارهایی که البته کارهای درخشان فراوان انجام دادید، ولی این یکی از اونهاست که در ذهن میمونه. یعنی موقعی که توی سالن نشسته میای بیرون، چند روز باهات میمونه به دلیل نکاتی که توش اشاره میکنید، به دلیل بازی‌های بسیار درخشانی که هنرپیشکانی که با شما همکاری میکنن، کارگردانی خود شما. و اون مدتی که این برنامه رو اجرا میکردی و هر سال میآوردید، واقعا بسیاری از علاقمندان به دیدار شما میومدن. چه شد که دیگه متوقف کردید این کار رو و در ماه مرداد این برنامه رو اجرا نمیکنید؟ ببینید، ما حدود 10 سال بعد از اجرای این نمایشنامه به هر سال در ماه مرداد تا جایی که میتونستیم، بیشتر در همین کالیفرنیا که مرکز تجمع بیشترین ایرانی ها در آمریکاست، اجرا کردیم. و بعدم در شهرهای دیگه ایرانی نشین آمریکا و همچنین کانادا بارها اینو به صحنه بردیم، ولی بعد از اون رو به صورت ویدیو در بردیم. این اولین نمایشی است که من حتی چندین سال بعد از اجرای نمایش اینو به صورت ویدیو در بردم، چون ما تا جایی که میتونستیم می‌خواستیم به صورت زنده خودمون در اجرای اون حضور داشته باشیم و انجام وظیفه بکنیم. ولی
مشکل این بود که ما نمیتونستیم همه جای دنیا با این نمایش نامه بریم و به خصوص نمیتونستیم در ایران این نمایش رو راجبش گفتگو میشد، البته از طریق رسانه ها و مسافرانی که به ایران میرفتن، ولی مهم این بود که جایی دیگه هم ایرانی ها و همچنین در ایران بتونن یه نمونه از این کاری که انجام شده رو ببینن. این بود که به صورت ویدیو در آوردیم فیلم ویدیو این نمایش که در اومد. تازه من یک سری دیگه ای آغاز کردم، این فیلم ویدیو رو برداشتم چون هنرپیشه زیاد داشت این نمایش. درسته. 12 نفر ما 10 نفر بازیگر اصلی و 2 نفرم تکنسیان بایستی که با این نمایش همراه می بودن، بنابراین ما نمیتونستیم اینو به اقصا نقاط جهان ببریم. اینی که من این فیلم ویدیو رو برداشتم خودم شخصا به شهرهایی که همین نمایش های دیگر ما بردم رفتم و روی پرده آوردم و بعد از نمایش با تماشاگرانی که می اومدن و اونجا حضور داشتن گفتگو میکردم و توضیح میدادم که این نمایش منبعش چیه، از کجا من این اطلاعات رو به دست آوردم و این یکی دو سالم درگیر این نمایش بودم. ولی خب به هر حال بعد از اینکه هر نمایشی که ما میسازیم به صورت ویدیو در میاد در دست عموم قرار میگیره، دیگه در واقع عمر نمایش زنده اون به سر میاد. از این گذشته به هر حال خودتون میدونید خانم سرشار که مسافرت به خصوص در نقاط دور با گروه تعداد زیادی بازیگر کاملا عملا برای ما خارج کشور یا تحقق پذیر نیست. درست. بازیگر خودشون کارهای مختلف دیگه ای دارن و کارهای دیگه میکنن، نمیتونن مدت ها وقت خودشون صرف یک نمایش بکنن. ولی خب خبر خوش این هستش که شما فرمودید که ویدیوش هست و میتونن کسان علاقمندن از روی سایت شما میتونن ویدیو رو پیدا کنن یا چه مسئله؟ میتونن تلفن از روی سایت تلفن یا به اصطلاح نشانی رو بردارن و بعد سفارش بدن. متاسفانه سایت من هنوز اون چیز رو نداره، اون قابلیت رو نداره که بتونه مستقیما سفارش داد و میتونه از طریق تلفن این کار رو انجام بدن. ولی خوشبختانه رسانه های فارسی زبان به خصوص شبکه های تلویزیونی 24 ساعته این وظیفه سالیانه ما رو دنبال کردن بعضی هاشون. چالی. یعنی در واقع ماه مرداد که میشه، حالا البته حسالی لطف کردین به سراغ من اومدین، اون دوستانم زنگ میزنن و از من پرسن که آیا موافق هستم که این نمایش در شبکه اجرا بشه و منم با کمال میل این از قبلشون گفتم که هر موقع خواستی شما این نمایش رو بذارید از طرف منم به نمایندگی و به خودم اجازه نو از طرف دوستان دیگه هم که در این نمایش شرکت کردن این اجازه داشته باشن که اونو پخش بکنن. خب این دیگه یه کار کلاسیکه و دیگه در واقع متعلق به همه یه هنر دوستان میشه. بله. و ممنونم از اینکه این اجازه رو میدید که بتونن همه مردم استفاده بکنن. سپاسگزار وقت شما هستم آقای پرویز صیاد و اگه اجازه بفرمایید باز هم در هفته های آینده مزاحمتون بشم و با شما گفتگو داشته باشم. سپاسگزارم، از شما روز خوش. ممنون، روز شما هم خوش. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی تکس ادوایزر ان اینوستمنت پلنر و من نازنین باروتی استیت پلنینگ اترنی هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 با حضور در پرژن اسکوئر در وست وود حال و هوای وطن را احساس کنید. همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند. کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود. مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
بالاخره مشخص شد کی مهمونی انجام میده؟ مشخص شده. بسیار مشخص عزیزم، فقط بهادوری ایونت. کسی که یک مهمونی رو از A تا Z بدونه و بتونه به نفع حسن انجام بده، بهادوری ایونت. مکانش، پذیرایش، خلاص هر چی که لازمه برای یک جشن، فقط با بهادوری ایونت. اوکی؟ نو مور کوشنز. اوکی، نو مور کوشنز. بهادوری ایونت. The only name we can count on for the good quality and a great reliability, Bahadur Event. The only name you need to know for your events and parties. Bahadur Event. Bahadur Event. Bahadur Event میزبان جشن‌ها و مهمانی‌های بیادماندنی شما. پذیرایی و سرویس جشن‌ها و مهمانی‌های خود را به دست Bahadur Event بسپارید. Bahadur Event, عضو سفرش ایرانیان. Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran. صدای شعر امروز با دکتر ماندانا زنگی. از تمام بهار درخت را به یاد می آورم و چشم تو را با بازی برگ ها و سایه هایش و آن لحظه های آینه کاری که با جان آب و من آمیخت. تو از کدام جاده آمده بودی مسافر که تنت پر از فلس ماه بود و قاصدک های مرطوب شب دورت کرده بودند؟ تو از کدام جاده آمده بودی غریب که عشق با اولین رد پای تو در برف آغاز شد؟ تمام سرنوشت ها به تنت زیباست و من تو را با هر سرنوشتی که ببینم سلام می دهم و بی صدا می گذرم. چیستا یثربی. یک بار مرا دفن کردی، باز که گشتی درخت بودم، یادت هست؟ نرگس باقری. دو خط موازی در بی نهایت به هم خواهند رسید، تا بی نهایت با تو خواهم آمد. دریا عمیق است، تنهایی عمیق تر. دستت را بده با هم دست و پا بزنیم پیش از آن که غرق شویم. در تمام ایستگاه ها تو ایستاده ای و دست تکان می دهی. من سراسیمه پیاده می شوم در تمام ایستگاه ها تو رفته ای. پس بهتر است سکوت کنیم. حرف زدن آزار می دهد آدم ها را. حرف زدن آسیب می رساند به دوستی. پس بهتر است یک دقیقه سکوت کنیم به احترام دوستی آدم ها. سروده هایی بود از شهاب مقربین. تو در منی مثل عکس ماه در برکه، در منی و دور از دست رس من. سهم من از تو فقط همین شعرهای عاشقانه است و دیگر هیچ. ثروتمندی فقیرم، مثل بانکداری بی پول. من فقط آینه تو هستم. ش
عشق آدم را به جاهای ناشناخته میبرد، مثلا به ایستگاه‌های متروک، به خلوت زنگ زده واگن‌ها، به شهری که فقط آن را در خواب دیده. وقتی عاشق شدی، ادامه این شعر را تو خواهی نوشت. اگر تو نبودی، عشق نبود، همینطور اصراری برای زندگی. اگر تو نبودی، زمین یک زیر سیگاری گلی بود، جایی برای خاموش کردن بی‌حوصلگی ها. اگر تو نبودی، من کاملا بیکار بودم، هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست داشتن تو. سروده هایی بود از رسول یونان. و من کتاب تو شدم، کتاب دست نوشتت، و تو با سرانگشتانت به نرمی داستان سفرهای بی برگشت را بر تنم می نگاشتی. از شهرهایی که زمین به کامشان کشید و قطارهایی که در نیمه راه منفجر شدند و مادرانی که فرزندانشان را به راه سپردند و کودکانی که هیچگاه از مدرسه برنگشتند. و لبانم کتاب بی پایان تو شد وقتی با زبانی به قدمت کشف اولین سکر می نوشتیش، می خواندیش، و هیاهوی گیسوانم داستان شهری شد که زیر پاهایش مستان نیمه شب و رندان تشنه لب به آسودگی خفتند. از نوک انگشتان پاهایم شروع می کنی، می نویسمت، می خوانمت، زبان به آخر خط می رسد، کتاب اما نه. چه چیز گواه خواهد بود بر آنچه بین ما گذشته؟ تمام شاهدان رفتنی‌اند، دیوارها، روزها، کاغذها، حتی سلول‌های تن و ذهن. اگر کتابی از این عشق بنویسم، چه کسی باور می‌کند که داستانی خیالی نیست؟ چه چیز گواه خواهد بود بر آنچه بین ما گذشته؟ کدام یک زنده تریم؟ شما که مردید تا رؤیاها زنده بمانند، یا ما که زنده ماندیم تا شما را بنویسیم و بمیریم در هر بار نوشتن از شما؟ چند شعر بود از ماندانا مشایخی. چشماندازم تو بودی و اندوه شاخساران، نه صفحه خاکستری مانیتور. ای کاش در گودی دستم گرمای دستت خانه می کرد، نه سرمای ماس. ای کاش انگشتانم آرام آرام تک تک حروف تنت را می جست و کلام گم شده عشق را می یافت، نه شتاب حروف کیبورد. ای کاش تیک تاک این ساعت وعده نزدیکی دیدار بود، نه مرگ زمان. ای کاش این صندلی میچرخید، این میز میچرخید، این اتاق میچرخید و میچرخید و میچرخید و مرا پرتاب میکرد به آن سوی تمام دیوارها.
حتی دبل اسپرسو هم نمیتواند اینطور مرا به راه بیندازد که تلخی بوسه‌ات. بید مجنون دیگر زیبا نیست. هنگام که باد میوزد در شاخه هایش، چرخش گیسوی یار را نمی بینم. در رقص باد آن شاخه های سر به زیر سبز، ترک اندام های جوانند، آویخته از چوبه های دار. بید مجنون دیگر زیبا نیست هنگام که باران می بارد. آن قطره ها که می چکد از بوی خوش گیاه، آن قطره های زلال زمزم اشکی است که می شوید آن سبز برگان سر به خاک. پیچیده در حریر مه حتی بید مجنون دیگر زیبا نیست. آن مه سفید کرباسی است پوشانده جسمشان. ریشه هایش به چشم من دستی است که می خراشد سردی خاک و سایه سارش سیاه چادر گسترده عزاست بر گورشان. بید مجنون دگر باره زیبا شود روزی، اما چند شعر بود از فلورا شباویز. میخواهم جواب هیچ تلفنی را ندهم، تمام قرارهایم را به هم بزنم، تمام قولهایم را. چمدانی کوچک بردارم با اشیایی که یادی را به یاد نیاورند، بگذرم از خیابانهای کور تا جاده کمربندی، تا پلی که زیر آن رودها نامشان را فراموش می کنند. چشمانم را ببندم و با نوک انگشت هایم خوابم را کنار بزنم. دریا در شکن خط سوم است. پشت لنگرهای دل نگران می شکافم راه را و نامم را فراموش می کنم. روشنک بیگناه. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. در وقت و پول خود صرف جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستولین، رادیوس و زیومین در سه منطقه انسینو، گلندل و ایروین. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت آغاز بهار تخفیف های ویژه برای مراجعین محترم تقدیم می دارند. 818-789-9393 و 949-552-2650. شرکت مورگیج بانکرز برا رسیدن 15 سالگرد تولد رادیو ایران KIRN 670 را که باعث غرور و افتخار تمام ایرانیان برون‌مرزی است تبریک گفته و آینده‌ای بس درخشان برای این رسانه همگانی آرزومند است. شهرام الیاس‌زاده. گرد همایی درویشان نقشبندی بیورلی هیلز امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر در کلیسای برنت وود واقع در 343 ساوث چرچ لین برگزار می‌شود. سخنرانی به زبان انگلیسی توسط دکتر نور بانی همراه با ذکر الله، نماز و شام. برای اطلاعات بیشتر با مرکز اسلامی بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-859-0404 310-859-0404.
Welcome back to the dog show. Up next, we have Satchmo. Satchmo is a member of the Shelter Pet Group. That's right, a group known especially for their couch-snuggling, ball-chasing, face-licking, tail-wagging, backyard-hanging, and, of course, companionship. And what breed would you say Satchmo is? I'd have to go with me. It's actually known as the Treat Stare. How intuitive. And now he appears to be excitedly turning in circles. Ah, the happy dance, so common with this group. And finally, the loving face lick. It's great how he just gets in there and, well, licks. Fantastic. But really, the best way to know an amazing shelter pet like Satchmo is to meet one. Visit theshelterpetproject.org today. Adopt. Brought to you by Maddie's Fund, the Humane Society of the United States, and the Ad Council. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودی. فریبرز خان داوودیان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز، و سلام و درود به شنوندگان عزیز و افسرده شما. امروز من از شما گله‌مندم. چرا؟ والا من دیشب با مود خیلی خوبی به بستر رفتم. خب. و امروز هم میخواستم یه کارایی انجام بدم و خیلی امیدوار با امید به خواب رفتم. بعد معمولا صبح که بیدار میشم، به محض اینکه بیدار میشم روی اینترنت برنامه شما رو گوش میکنم که محتوا رو بدونم قبل از اینکه خودم بیام صحبت کنم. اول اون دوست عزیزتون در مورد افسردگی صحبت میکردن که من اولشون نشدم، حد زدم در مورد رابین ویلیام صحبت شروع شد و به افسردگی و دیپرشن و اینها رسید. انقدر قشنگ ایشون توضیح دادن که من کاملا افسرده شدم. خب پس کارمون درسته تا اینجا. بعد آقای پرویز صیاد عزیز در مورد سینما رکس و سوختن اون دوستان در آتش گفتن که هنوز من صبحونه نخورده بودم، اشتهاتون بند اومد، با تصویر سینما رکس اومدم برم سر میز شات اسپرسو به قول شما. بعدم که این خانم عزیزی که شعر میخونن الان گفتن که من تمام این مدت، خب بالاخره در این جنگ و بیچارگی و دیپرشن و همه پرابلم داریم، من دلم فقط به بید مجنون خوش بود. خب ایشون گفتن اونم دیگه زیبا نیست. فقط دیگه چی مونده تو زندگی برای ما؟ اینقدر چیزای خوب هستش که آدمایی مثل شما میتونن در دور و بر خودشون پیدا کنن. این دستان نازنین رو موقع که میبینید، چهرش رو میبینید، این فرزند برومندتون رو کیف میکنی؟ برم اونم اگه برنامه شما رو گوش بده ممکنه افسردگی پیدا کنه. شوخی میکنم. حالا میدونید چی، آدم هایی مثل من در امریکا وقتی که افسرده میشن میرن زوری سر یخچال یک پاوند آیس کریم میخورن. بله. که دلشون خنک بشه، بعد از اون بر اوبیس میشن یه پرابلم دیگه پیدا میکنن. خب بستنی رو که چون همیشه در موردش بخاطر چاق شدن و اینا حرفای زیادی زده میشه، ما نیاز به یه بهانه داریم برای اینکه بخوریمش، بنابراین بر افسردگی بهترین بهانه است. اصلا الان حالم خوب نیست، باید بستنی بخورم. قبلش آقا خواهش میکنم که این دفعه قبل از حتی نو بستنیتون رو بخورید به اسپرسو که حالتون خوب بشه جونم. باور کنید من الان یه مطالب دیگه میخواستم از بگم، ولی الان میخوام خدمتتون بگم. نه همونا رو بگی، همونایی که میخواستی بگی. مود برنامه رو عوض کنید. نه مود من که باور کنید در صورت هرچی بگم سعی میکنم که با یه نشاطی درش باشه. من یه روزی شدیداً افسرده بودم حقیقتاً. خب. یعنی دیگه شاید در تمام زندگیم به اون حد افسرده نبودم. خب. دلیل به خصوصی هم نداشت، همه چیم هم رو به راه بود، ولی داخل سیستمم یه چیزی خراب بود. خب. اهل بستنی هم نیستم. خب. به خدا قسم همینطور تو خونم که شما منزل من بودین نشسته بودم به در و دیوار نگاه میکردم، تا اینکه آخر فقط دیدم تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یه چیزی در ذهنم گفت. البته این موضوع مال سالهای قبل از اینکه با خانم الانم آشنا بشم، حالا به تفاهم پیش نیاد. نه چقدر میترسی از این همسر شما؟ آخه این الان به جایی میرسه که ترسم داره. آخه خب باور کنید خانم سرشار، من همینطور نشسته بودم نمیتونستم تکون بخورم از دیپرشن. خب آخر یادمه که رفتم، زمستونم بود، یه چکمه پوشیدم، حتی جوراب به پا نکردم، چکمه رو پوشیدم با لباس خونه.
سوار ماشین شدم. فقط یادم میاد که به خودم گفتم من الان بستنی باید بخورم. حالا منی که اصلا اهل بستنی نیستم، به جان خودم اصلا اینجوری شد. سوار ماشین شدم مثل این زامبیا، رفتم تو سن ویسنته نزدیک خونم که یه هاگنداز هست و یه بننجری بود و مقدم هم هست نه. رفتم چه خوش سلیقه هم هستی در موقع در اون نهایت دیپریشن میدونیستی کدوم بستنی ها خوشمزه تر بستنی میخوری باید خوبشو بخوری. خوب. بستنی و می و خوبش فقط درست بازد. همه چی خوبش خوبه به قول شما. خلاصه من رفتم یادمه که یک بستنی وانیلا گرفتم روی کون و اصلا یه حالت عجیبی داشتم. دوستانی که افسردگی داشتن حس میکنن این حرف من رو. فقط یادم که نشستم یک جا و شروع کردم این بستنی رو خوردن و دور و بر نگاه کردم با دید خیلی بد و ناامید. همینطور که نشسته بودم یک دختر بسیار زیبا، یعنی در حد مووی استار زیبا، اون به سلیقه من و از من چندین و چند سال جوانتر، خب حالا اینم میگم تو رادیو چون من آدم بیشیله بیده، 20 سال از من سنش کمتر بود. خب خب داری به جاهای هیجان انگیز میرسه. خب آره ولی ممکنه وقتم تاو بزید. نه آقا بگو. خلاصه این دختر از در بستنی فروشی اومد اون هم بیرون و نشست پهلوی من و من با حالت خیلی ناراحتی برگشتم به این چیزی گفتم. حالا چی گفتم مهم نیست. خب و اینو من شروع کردم به صحبت کردن و بعد تمام شب با هم صحبت کردیم. خب و اون به منزل من آمد. ای با بابا حالا دیگه چه صحبت هایی شد و اینا بگذاریم و من اصلا کامپلیتلی از حالت دیپرشن اومدم بیرون، برای این که دیدم که آدم در بدترین شرایط ذهنی ممکنه با یک جمله، یک کلمه، یک لبخند، یک مهر از یک غریبه حالتش 100% از این رو به اون رو بشه. خب حالا کار آقایون افسرده رو سخت کردی فریبرز خان. قبلا خب با یه بستنی خیلی خب همین می‌خواست. مثلا باید بستنی بخورن یا باید برن بگردن دختر خوشگل پیدا کنن. نه ولی ببینید میگم که با بستنی و از خانه بیرون اومدن دختر خوشگلم یه دفعه این خانم و من هنوز دوست هستیم و هزارها سالم با هم هزارها صحبت کردیم و یا آرتیست محترمی بود، نقاش بود. خلاصه این اصلا یه رنگی به من داد و این چقدر خوشحالم که من فقط اون قدم رو برداشتم برای بستنی خوردن. و اینه که در دیپرشن بعضی وقتا آدم احساس میکنه که از یک تونل تاریکی نمیتونه خارج بشه، ولی کوچکترین نوری میتونه در ذهن یک روزنه‌ای باشه به امید. و خیلی پروسه جالبی. حالا من خودم هم امیدوارم که دکتر جواد نفیسی داره برنامه رو گوش میده و از این به بعد این توصیه شما رو برای معالجه پزشکان معذرت من برای معالجه بیماران خودش و مراجعین خودش انجام میده. اصلا در اروپا خیلی از روانکاوهای حرفه‌ای بستنی فروش هست. یعنی اونا در واقع مطب که میدین اول یه بستنی میدن، بعد میگن حالا رو مبل بخواب و هر چی میخواد درد دل کن. اصلا چرا بریم مطب روانشناس؟ پاشیم بریم بستنی فروشی. به خدا بستنی من میگم چیز خوبیه. این رابین ویلیامز حیوانکی اگر یه بستنی میخورد همین قبلش اینطوری ولی واقعا ناراحتم در مورد رابین. من یکی از طرفداران پرپاقرص این بودم از سنین کم. یه گلی بود در جامعه هنری ما، مخصوصا برای ما که تا حدی تو همون حرفه هستیم، کارمون کمدیه و رو صحنه رفتنه. واقعا حیفه. در این حال که حیفه، خب this is life خانم سرشار. آره میدونم میدونم. برای منم خیلی غم انگیز بود چون من یکی از طرفدارانش بودم و کمدیش رو و استنداپ کمدیش خیلی دوست داشتم، برای اینکه انسان روشن فکری بود، بسیار خوش فکر بود و بعدم یه سیستم عجیب غریبی داشت در سرعت فکر کردن. بله. که خودش هم یادم توی یکی از مصاحبهش گفته بود من به زورم به فکرم و به مغزم نمیرسه چون خیلی جلوتر از من میدوه. بله من خود همیشه اون منو یاد خودم میندازه که چقدر من سریع فکر میکنم و چقدر بانمک هستم. واقعا واقعا. ولی آقا هیچ وقت خواهش میکنم که نه دورور مواد مخدر و الکل بدید، خواهش میکنم ازتون، و نه اینکه به فکر خودکشی بیفتید، برای اینکه ما دیگه حوصله نداریم دیگه یکی دیگه هم خودکشی. ببینید اینا قاطی میکنن که اینطور میشه خانم سرشار، اینها قرص میخورن، بعد مثلا کوکائین میزنن، بعد مشروب میخورن، بعد من اینا رو جدا جدا استفاده میکنم. امکان نداره من هروئین رو با تریاک قاطی کنم.
از نمیسازه برم تمام بدنم جوش میزنه. آره میدونم چی میگی، ولی حتما خواهش میکنم که یه دیسکلیمر اینجا بذاری که این فقط یه شوخی بود. آره فوری حالا فرض کنیم که مردم بیان بگن آقای داوودیان هروینی هم از الان کسی بیاد مثلا پولی که به ما قرار بوده بده نمیده، چیزی از ثروت من کم نمیشه. والا ما نه، این همه نظریات خوبی که میدی و حرفای قشنگی که میزنی تو فیسبوک هم همینجور مرتب در حال روانشناسی مردم هستی و درسای اخلاقی میدی، بعد میگن ولش کن بابا این که معتاده. ولی به قول آقای صیاد، اونایی که بخوان حرف بد پشت سر کسی بذارن قربونتون برم، میان میگن که سینما رکس و شاه آتیش نزده، ولی ما باید بگیم شاه آتیش زده. مردم اینجوری گاسیب میکنن و هر جوری که بخوان سعی میکنن که حرفشونو جالب ترین گاسیپی که در مورد خودت چندیدی آقای داوودیان چی بوده؟ نمیتونم تو رادیو بگم. جدی میگی؟ باور کنید. خیلی هم جالب بود. یعنی من و سوگل هر دو خیلی خندیدیم در مورد ما به عنوان یک زوج بود. نمیدونم که شنوندگان شما چقدر چیز دارن. ممکنه افسرده بشن وقتی بشنوند. ولی فقط بدونید که یه چیزی شنیدیم که خیلی برامون جالب بود و هنوز الان بعد از چندین سال نمیدونیم از کجا شروع شد. خیلی کنجکاویم که خود فریبرز داوودیان که قد کنجکاوه به مسائل اجتماعی مردم بپردازه، یه مقداری خواهش من به گاسیب بپردازین. این چه بیماری ما داریم تو این جماعت ایرانی که انقدر شایعه درست میکنیم برای هم دیگه؟ یه دوست خوبم میگفتش که مثل یه ضرب‌المثل قدیم ایرانی هست، شما شاید شنیدین که گاسیب به فارسی اولا گاسیب چی میشه؟ غیبت. غیبت بله. میگفت پدر بزرگم میگفت بیا قربونت برم، بیا عزیزم، بیا بشین پیش من یکم غیبت کنیم. غیبت پنکه دله یا باد بزن دله، یه همچین چیزی جیگر رو جلا میده. جیگر رو جلا میده به قول شما. من فکر میکنم که غیبت از اونجا شروع شد. اولا در میدونی که در مورد ایرانی ها یه فلسفه ای هست، حالا اینو یه بزرگی به من گفته، خودم اینو نخوندم، میگن که ایرانی ها چون قومی بودن که همیشه از نظر سیاسی خارجی ها دست در کار سیاست ما بردن، انگلیس ها اونجا بودن تو دربار دخالت میکردن، فرانسوی ها بودن و و و. یه بزرگی به من گفتش که دلیل این که ایرانی ها عادت کردن به پشت سر حرف زدن اینه که این در اون زمان ها میرفتن جلوی رو مجبور بودن احترام بذارن، ولی شب که میومدن خونه تنها فرصتی بوده که مثلا به خانم و بچه ها بگن این مثلا انگلیسی پدر سوخته امروز به من اینو گفت، یا این فرانسوی به بیشعور این حرف رو با من زد. ولی صبح میرفتن دوباره قرمون صدقه طرف میرفتن. خب حالا با این صحبت که کردی، اولا که شما رو جز متخصصین تاریخ معاصر و تاریخ هم میذاریم در کنار، نه میذاریم در کنار تخصصت، بخاطر به من گفته بود حتما که یه ریشه یه جامعه شناسی تاریخی داره در جامعه ایرانی که بعد دنبالش بگردیم و پیداش بکنیم. ولی من یه نکته جالبتر گرفتم از حرفای شما و اون اینه که اصلا بانیان شایعه آقایون بودن، برای اینکه شما گفتیم میرفته تو دربار بعد میمده برای زن بچهش تعریف میکرده. درست میگین، من قبول میکنم. بله پس خواهش میکنم که خواهش میکنم که به همجنساتون بفرمایید که انقدر شایعه پراکنی نکنه. ولی بعد خانوما بودن که میرفتن میشستن پهلوی دوستاشون، میگفتن شوهرم میدونه، اون به من گفته، اون مستقیما تو دربار بوده امروز گفته. آره اون گناهکار درجه دو، زنا گناهکار درجه دو، مردا گناهکار درجه یک. بالاخره زن مرد در همه چیز شبه. بله من موافقم. الانم حالا اینم پشت سر من میگن این فریبرز داوودیان هروئینی اومد گفت که غیبت رو مردها در جامعه ایرانی شروع کردن. بذار بگن حرف زدن خوبه. فقط من یه خبر بعد دیگه هم میخوام بهتون بدم قبل از اینکه خدافظی کنم. سری به زودی در بین کره شمالی و کره جنوبی جنگ وحشتناکی شروع خواهد شد. بابت؟ برای اینکه حضرت پاپ رفته اونجا و دعا کرده که اونجا صلح بشه. و این وقتی حضرت پاپ در خاورمیانه چند ماه پیش همین دعا رو کرد، بلافاصله جنگ شد. خیلی خوب. طرفای کره پیداتون نشه، روزتون خوش. فریبرز داوودیان مفسر سیاسی خبری، روانشناس و جامعه شناس و تاریخدان و بستنی فروش آینده. روزت بخیر. خوشنام
نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف یک بدشانسی است. با مراجعه به وکیلی آگاه در امور تصادفات، شما شانس دریافت خسارتی بالا در پرونده خود تضمین خواهید کرد. برای تماس با دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه با شماره 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. 818-777-777-7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 777-
در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟ غمی ندارم. یعنی غربت شما را آزار نمیده؟ میداد ولی دیگه نمیده. منظورتون چیه؟ اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم. دیپرس؟ همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت. بهشت؟ اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد. خوش اومد. شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. هموطنان عزیز سلام، من هاشم مینایی مدیر کل وایسیکل کاسینو از شما دعوت میکنم در یک مسابقه پوکر استثنایی و تاریخی شرکت بفرمایید. بشتابید، از این فرصت استفاده کنید. محل وایسیکل کاسینو، زمان 8 آگست تا 18 آگست، 12 ظهر و 5 بعد از ظهر. گارانتی 1,000,000 دلار. ورودیه فقط $160. برای اطلاعات بیشتر با وایسیکل کاسینو با شماره 1-562-806-46-46-1562-806-4646 یا thebike.com تماس حاصل بفرمایید. لطفاً با احتیاط بازی کنید. 1-800-GAMBLER. وعده ما از 8 آگست تا 18 آگست در 10th مسابقه پوکر 1,000,000 دلاری بایسیکل کازینو. See you at the bike. لطفاً برای ترک احتیاط با شماره 1-800-426-2537 تماس بگیرید. کریوکی نایت، شب دوستان، شادترین مکان برای چهارشنبه شب‌های شما در رستوران کاسپیان. شب رقص و پایکوبی با بهترین دیجی شهر. ورودی رایگان 949-651-8454. کلینیک های تصادفات دکتر شهریار راد کایروپرکتر، با همکاری پزشکان متخصص در خدمت شماست. موفقیت ما در بهبودی شماست. 1-800-319-99-92. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. دکتر صدرالدین الهی در شمال کالیفرنیا، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز، در جنوب کالیفرنیا. خوب هستید که انشالله؟ یار خوب، صدای شما رو که میشنویم بهتر میشه. چقدر خوب، چقدر ما خوشحالیم که شما رو همیشه خوب و سرحال ببینیم آقای دکتر الهی و صداتون رو رسا. خب ما در مورد بهانه‌ای که امروز می‌خوایم صحبت بکنیم با هم صحبت کردیم و دیدگاه هر دومون هم راجع به این قضیه یه جوری همراه با اندوه بود، ولی به بخش‌های دیگری از اینم پرداختیم در برنامه. در واقع به دلیل اینکه روی همه ماها اثر گذاشته در گذشته یا خودکشی رابین ویلیامز، فکر کردم که من و شما هم راجع به این قضیه نگاه با صحبت بکنیم و دیدگاه شما رو برای شنوندگانمون داشته باشیم. اتفاقا من فکر می‌کنم که اولین باره که ما داریم برنامه از خبر روز استفاده می‌کنیم. درسته، درسته. آنمون خبر روزه. بعد ببینید، من همونطور که با هم صحبت کردیم
معتقد هستم که این آدم یه آدم استثنایی بوده. اولا شما میدونید که این نزدیک ما میشه تقریبا شهر همسایه. بله همسایه شما بوده در شهر در سیبران که در حقیقت چی بهش میگن مورنو کانتی؟ بله بله در این کانتی که در حقیقت مثل ورلی هیلز شما میمونه. بله درست. لب آبه. به هر حال این مرد من بهش یه لقب دادم، یعنی تیتر خواستم بدم مثلا خنده آفرین افسرده دل. ببینید این آدم اینجوری بود. حالا برای اینکه توجه شما یعنی رفقا همه توجه کردین، پوشش خبری که مرگ این آدم گرفت من در این چند سالی که در امریکا هستم ندیده بودم. درست درست. شما فکر کنید که خبرگزاری ABC یک ساعت و نیم خبرش و همه کاراش رو گذاشت این و خبر اینو برشد و این نشون میداد که آدم مهمیه. و در این حال توجه داشته باشید که نه تنها نیویورک تایمز، همین هفته که الان دستتون مجله تایم بله عکسش رو جلد انداخته، رو جلد مجله درست، بنابراین آدم مهمی بوده. و فکر میکنیم که بپردازیم این که چطور ممکنه یه همچین آدم مهمی ناگهان خودشو از بین ببره. چیزایی که برای ما خودمون، شما حتما باش با موافق هستید، این آدمی عاشق بچه ها بوده، عاشق کار نیک بوده، در مثلا امر خیر همیشه شرکت داشته. اما چیزایی که ما درباره شاید نمیدونستیم یا کم میدونستیم این بوده که آدمی گرفتار الکل بوده، گرفتار دراگ بوده. چیزی که من خودم خیلی در همین جریان فهمیدم و شما هم شاید شدید، این بوده که این آخر سریایی به بیماری پارکینسون یا لغوه بله، خود بله بله. من فکر میکنم که این بیماری باعث شده که این مرد به افسردگی بره، این چیزی که بهش میگن اینجا دیپرشن. شما ببینید یه هنرپیشه‌ای، میدونید که این مرد 98 فیلم بازی کرده. بله یکی از پرکارترین هنرپیشه‌های هالیوود بوده. بله و این آدم وقتی که آدمی به این مرحله برسه بعد یهو متوجه بشه که ممکنه با پارکینسون دیگه نتونه کارشو انجام بده، ناگزیر به یه نوع دپرسیون میره، به نوع و افسردگی میره. تصور خود شخص من این است که آدمی است که خودش تصمیم گرفته این کار رو بکنه. خانم این کار در فرهنگ اجتماعی ما سابقه داره، در ایران به خصوص شما شاید مردم ما ندونن، ما شعرهایی داریم که شاعر تصمیم خودش رو از بین بردن خودش صریحا اعلام میکنه. یه بیتی هست میخونه، میگه که گر فلک یک صبح دم با من گران باشد سرش، شامیه بیرون روم چون آفتاب از کشورش. یعنی من گمان نمیبرم تعریف دپرسیون بهتر از این بشه کرد. درسته. یا خواجه شیراز میگه خرم اون روز که از این منزل بیران بروم، راحت جان طلبم، در پی جاوران بروم. این آرزوی مرگ، دقت میکنید؟ بله. اون چی که برای من در مرگ رابرت مهم بود همین حال آرزوی نبودن رو داشت. و این مرد در این مورد حالا الکل میخورده، در دراگ میزده فیران، ولی من فکر میکنم که علت نهاییش، فکر بازم فکر بنده سانه دور نیستم، این پارکینسون بوده که این رو فلج کرده، میشونده تو خونه، این فکر میکرده دیگه نمیتونه رابین ویلیامزی باشه که مردم میبینه، مردم میخوان. آفرین. سریع و تند و با اون همه هیجان و با اون همه من تندیت. واقعا این فیلم میسیز دات فایر شو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. حتی شما یادتونه که این مرد چه میکردون بر لباسی زن رو توی اون فیلم؟ و خب به هر حال فکر کنید یه همچین آدمی رو یواش بگن دیگه بسید یواش باش باید جمع کنید. و این تصمیمشو خودش میگیره، شامگه بیرون روم چون آفتاب از کشورش. ولی جالب دکتر الهی، جالب اینه که برای من و شما و امثال کسانی که یا اهل قلم هستیم یا در انظار عموم هستیم، مردم شاید مثلا راحت تر
به راحتی نتونن بپذیرن که اون چهره بیرونی و چهره عمومی که هنرمندا، نویسنده ها، افراد اینچنینی که در واقع عمومی هستن، چهره عمومی، چهره بیرونیشون با آنچه که در دلشون و در خونشون میگذره چقدر فرق میکنه؟ صد درصد. این نقابی که چهره بیرونی رو میپوشونه حکایت درون رو نشون نمیده. درسته، وقت نداریم، ولی من متاسفانه باید چیز بکنم. میخوام براتون یه کاری، یه چیزی بکنم که من خودم شخصا یه بار در زندگیم این تصمیم رو دیدم و اگه اجازه بدین با اینکه خورده زیاد میشه، این آخرین قصه ای رو که من در کتاب آخرین یادداشت رو یک کتاب با سعدی در بازار دیدم. بله حتما بفرمایید. میخونم براتون. بفرمایید. این نشون میده که کاملا که چجوری آدم میتونه چیز بکنه. و یادتون باشه که رجال بزرگی هم در ایران این کار رو کردن. بله، از صادق هدایت گرفته تا حالا. میگه این یادداشت اینه: دوستی داشتیم در یادل آزاده که مال را در کف او قرار نبود. در خانه باز و سفره گستردش نه تنها دوستان او که قد دقل دوستان او را نیز پذیرا بود. سالها و سالها این درگاه به دولت گشاده بود و او در گستردن بساط بزم و گشودن گره از کار فرو بسته یاران سر از پا نمی‌شناخت. در یک بحران ناگهان اقتصادی شنیدیم که دوست ما به سختی لطمه خورده و تقریبا هر چه داشته از دست داده است. تنی چند از یاران اکرنگ تصمیم گرفتند که به دیدارش بشتابند و مشاور او در چهار جویی باشند. دوست ما حرفهای آنها را شنید و به لبخندی شیرین گفت که تلخی این ناکامی را خود تحمل خواهد کرد. دوست ما وقتی آنها را بدرقه می کرد در بهونی گفت که میخواهد یک بار دوستان و یک بار خیشان خود را به ضیافتی بزرگ بخواند و چنان کرد. این واقعیه، واقعیه ها. بله بله. پنجشنبه‌ای همه ما را به چنان بزم میخوان که خمار می دوشینان تا ظهر جمعه ما را رها نساخت. روز جمعه تمام خیشان خود را به نهاری شاهانه فراخواند، گفت و خندید و پذیرایی کرد. بانگاه از میان جمع غایب شد. به دفتر کارش رفت. حاضران صدای تکتیری شنیدند و تا رسیدند سرش خون‌آلود روی میز کارش بود و بر کاغذ کوچکی به خطی خوش نوشته بود: گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم، ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد. ای شیخ، محمد ولی خان سپهسالار تلک‌آبونی هم آزادگی خود را به همین صورت نشان داد. این تویی که سختی نبودن را به شهد شعری آسان میکنی. این خواستم که این رو چقدر زیبا بود، چقدر زیبا و چقدر نکته مهمی درش بود که در بسیاری از مواقع برای اینکه از معضلات و مشکلات و نگرانی ها و در واقع بدبختی های آینده و گرفتاری آینده بکاهند، بعضی به این سمت و سو میرن، ولی خب نمیشه کتمان کرد که وجود این افرادی که اینقدر برای مردم اهمیت دارن، دوستشون دارن، خانواده دوستشون داره، مردم دوستشون دارن. خود دختر رابین ویلیامز در یک نوشته‌ای به مردم پیام داده بود که ما تا امروز با وجود که میدونستیم چه موجود نازنینی پدر ماست، ولی نمیدونستیم که وجود او سراسر دنیا رو شوکه کرده بود این مرگش و هر کلامی که از دیگران شنیدیم به ما این پیام رو داد که او مرد بزرگی بود و در قلب بسیارانی جا داشت. دقیقاً. بی خودم نیست که به قول شما مجله تایم که خب تازگی که خیلی هم لاغر شده به خاطر مسائل مالی، یعنی در شمارشیم گرفته. بله، در 60 صفحه در اومده، 20 صفحه از 60 صفحه خودش رو به آقای رابین ویلیامز. بله، این حقیقتیه و واقعا هم به هر حال اون چیزی که من به نظرم رسید، درست بعد از اینم خانم لورن باکار لاست بعد از ویلیام. بله بله، اونم تو خبره. اینم از این از فنرپیشه‌های زمان ما بود، یعنی زمان جوانی ما که عشقشو عشق صورت قشنگشو می‌گردید. آره آره. هر حال چیز
دلم نمیخواست معشوقه معشوقه همفری بوگارد با اون اصلا زنی قشنگی بود. بعد دکتر الهی یادتونه که میگفتن تو ایران میگفتن لوئر تنها زنی است یا تنها موجودی است همچی چیزی، حالا باید بدونن اونو باید بفهم که چشمانش دو رنگه، یادتونه گفتن یه چشمش سبز یه چشمش میشیه. بله خب زن زیبایی بود ولی اون عمرو پر کرد وسیع. بله اون پر کرد اون کارش کرد. این واقعا یه آدمی بود که همین که بهتون گفتم این قصه ایست کتاب سعدی رو که خوندم این رفیقمون رو. آدمایی به یه جایی میرسن که تصمیم میگیرن خودشون نباشن دیگه برای اینکه اسمشون بمونه. درسته. اسمش جاودانه خواهد موند. سپاسگزارم از شما. ممنون. تا هفته آینده که به بهانه دیگر خدمتتون برسیم. خواهش می‌کنم. قربون شما. خداحافظ. فارمرز و شما. من ژیلا بدی از شما دعوت میکنم به برنامه جدید ما همین سه شنبه ساعت 9 صبح توجه بفرمایید. We are farmers. Bum, 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 bum. شیرین جون این چه کاریه میکنی؟ آخه مگه چی شده؟ آقا جون بی خودی هول نکن، هیچی نشده. مدت هاست که میخوام آرامگاه خودمو بخرم که تو بچه ها رو از شر این تصمیم گیری های عاطفی و مالی راحت کنم. یه قرار ملاقات گذاشتم با گرین هیلز مموریال پارک که برنامه ریزی های لازم رو انجام بدم. حالا مگه لازمه این کارو بکنی؟ اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. الان با هم تصمیم میگیریم جایی رو که همه دوست داریم انتخاب کنیم تا بعد از 120 سال که لازم شد دیگه جای نگرانی نباشه و همه چیز انجام شده باشه. درسته، الان میفهمم. با خانم شرن کلانی با تلفن 310-521-4334 تماس بگیرید و از مشاوره خصوصی برای نیازهای خاکسپاری ناگهانی یا برنامه ریزی برای آینده شامل مقبره در باغ خصوصی در منطقه زیبای پالاس وردز استفاده کنید. 10 خانواده اول که با خانم شرن کلانی با تلفن 310-521-4334 تماس بگیرند اگر واجد شرایط باشند حداقل $1,000 تخفیف مخصوص دریافت می کنند. هومن نیسانی و رایان نیسانی، دو چهره شناخته شده و موفق جامعه ایرانی، افتتاح دیلرشیپ های هومن هاندای و هومن جیپ را در لس آنجلس به آگاهی می رسانند. و به همین مناسبت فقط و فقط تا پایان این ماه شما می توانید یک جیپ چروکی 2014 را با فقط ماهی $189 لیز کنید. توجه بفرمایید، فقط با ماهی $189 یک جیپ چروکی را لیز کنید. به دیلرشیپ هومن جیپ در تقاطع 405 و منچستر تشریف بیاورید و از قیمت‌های بی‌نظیر و سرویس عالی ما بهره‌مند شوید. تلفن کد 310-208-0808. یک بار دیگر 310-208-0808. Lease a Chrysler for $189 plus tax with $1,500 down 24 month closed-end lease on approved credit through Chrysler Financial Services based on 12,000 miles per year, 15 cents per mile excess. هومن جیپ. عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد. بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی. فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود. خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو. داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست، از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست. از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست. گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری. کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی. تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181. من بهرام ملکوتی از پیناکل استیت پراپرتیز اینک 15 سالگرد رادیوی 670 AM KIRN را تبریک میگویم. KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. در خدمت خلق. یاران، در این بخش از برنامه بسیار میبالم و خوشوقتم و خوشحالم که با بانوی گفتگو میکنیم که نامش برای بسیار از شما آشناست. یکی دو بار دیگه هم با ایشون در برنامه های مختلف به مناسبت های مختلف صحبت کردم. خانم بیتا دریاباری که ساکن شمال کالیفرنیا هستند و یکی از بانوان نیکوکار و خیرها و به زبان انگلیسی فیلانتروپیست بسیار بسیار قابل ستایش هستند که بیشترین بخش از زندگی کاری و فعالیت های کوشندگی خودشون رو در راه کمک به زنان، در راه کمک به هموطنان ایرانیشون و در راه کمک به ادبیات و تاریخ ایران صرف کردن و شما نام ایشون رو بارها به مناسبت‌های مختلف شنیدید که خود ایشون در دانشگاه دیپلم لیسانسشون رو از کالیفرنیا استیت یونیورسیتی در هیوارد گرفتن و فوق لیسانسشون رو در رشته ارتباطات، مدیریت ارتباطات از گلدن گیت یونیورسیتی در سان فرانسیسکو و بعد در چندین مؤسسه تلکامونیکیشن و ارتباطی کار کردن و خودشون هم به عنوان یکی از اعضای بسیار بالای پای بالای این مؤسسات مثل گاما لینک اینک و مؤسسات دیگه مشغول کار بودن، ولی زمان قابل توجه است که بانو بیتا دریاباری به فکر تأسیس و حمایت و پشتیبانی از بسیار از زنان با به وجود آوردن بنیاد زن افتادند و همینطور با همکاری و همراهی با بنیاد افغان اینستیتیوت آف لرنینگ AIL. همچنین ایشون در مؤسسه ریلیف اینترنشنال خیلی فعال هستند و بعد خودشون یک بنیاد دیگر غیر انتفاعی رو بنیان گذاشتن تحت عنوان پارسی کوالیتی سنتر و در ضمن با همکاری با موزه های مختلف مثل بریتیش میوزیم، ایرانین هریتیج فاندیشن و بعد یک وقت اوقافی که به برای مطالعه در رشته شعر و ادبیات به مبلغ 2.5 میلیون در سنفورد یونیورسیتی بنیان گذاشتن برای پژوهش های مختلف فعالیت میکنن و کمک میکنن و جایزه سالیانه گذاشتن که از سال 2008 به بعد در رشته‌های مختلف به برگزیدگان ادبیات ایران داده میشه و کارهای متعدد دیگر که اگه بخوام همه اینها رو بگم وقت امروزمون که با ایشون می‌خوایم مصاحبه بکنیم گرفته میشه و حق این است که اجازه این رو به خودم نمیدم که بیش از این وقت شما رو بگیرم. فقط یه اشاره کوچیکم بکنم که ایشون یکی از برندگان مدال معتبر الیس آیلند هم هستند 3 سال پیش. به مناسبت اینکه یک برنامه در لس آنجلس دارن و یک مؤسسه و مرکز در لس آنجلس هم اخیراً به وجود آوردن باشون گفتگو میکنیم تا اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیریم. خانم دریاباری، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. سپاسگزارم، خسته نباشید با این همه فعالیت هایی که میکنید. قربان شما، لطف دارین، کاری نمیکنم. اختیار دارین. ما دورادور شاهد فعالیت های بسیار درخشان شما هستیم و مخصوصا علاقه شخصی و قلبی شما برای کمک به پناهندگان و پناهندگان ایرانی به خصوص در شمال کالیفرنیا و الان هم که یک مرکزی رو باز کردید در شهر لس آنجلس در منطقه ولی برای کمک به پناهندگان ایرانی در جنوب کالیفرنیا. یک کمی در مورد این پارسی کوالیتی سنتر و مرکزی که در لس آنجلس باز کردید برای ما صحبت کنید. خانم بله، دریاباری. متشکرم. هدف من از بنیاد این بنیاد پارس این بوده که بیشتر حمایت و یاری برسونیم به تمام کلیه ایرانیایی که مقیم امریکا هستن، به ویژه پناهندگان، پناهجویان و مهاجران جدیدی که به این کشور دارن میان. ما خودمونم مهاجر بودیم اگه یادتون باشه. بله. وقتی ما اومدیم اینجا کسی نبود که به ما خیلی مسائل رو نشون بده، خیلی چیزا رو بهمون یاد بده و من متاسفانه یا خوشبختانه دیدم که این سیر دوباره مهاجران
به امریکا خیلی زیاد شده از 4-5 سال پیش. بله. که من یه مقدار بهش اتنشن و توجه داده بودم و دلیلشون دقیقا نمیدونستم چرا این همه مهاجر داره میاد، از کجا دارن میان و اصلا واسه چی دارن میان این قسمت‌های کالیفرنیا که انقدر گرونه و انقدر زندگی سخته. بعد از یه سری اطلاعات رو جستجو کردن فهمیدم که یونایتد نیشن میره به ریفیوجی کمپ‌های مختلف و ایرانیای اونجا رو بهشون پناهندگی میده و وارد جاهایی میکنه که ایرانیا خیلی توشون زیاد هستن. قبل از اینکه پارس وارد این برنامه بشه 4 سال پیش، اینا میومدن وارد کالیفرنیا میشدن، کاتولیک چریتی و جویش فدریشن بهشون کمک میکردن برای ستلمنت و جا پیدا کردن و زندگی و غیره. من به فکر این برنامه افتادم که چرا ما چیزی نداریم، چرا ایرانی‌ها خودشون مؤسسه خودشون رو ندارن که به هم نوعای خودشون کمک کنن. بعد از یک مدت تحقیق و بعد از باز کردن پارس و بعد از اینکه واقعا با یک مرد نکوکار دیگه‌ای که صحبت می‌کردم و ایشونو با ما جون کردن، آقای رضا ادبایی که خود ایشون هم برای کاتولیک چریتی بیشتر از 20 سال کار می‌کردن، شروع کردیم به کمک کردن به تمام رفیوجی‌ها و پناهندگان و خلاصه ایرانی‌ها، جنرال ایرانیایی که اینجا هستن و چه از لحاظ لاتری دارن گرین کارت میبرن میان امریکا، چه از طرف خانواده هاشون گرین کارت دارن میگیرن میان اینجا، که بتونیم بهشون به همگی ما یه سرویس و کمک‌هایی بکنیم. کمک‌ها و سرویسایی که ما شروع کردیم، اول برپا کردن کلاس‌های ESL یا همون کلاس‌های انگلیسی، زبان انگلیسی، بله بله، و الان به 3-4 لول‌های مختلف این کلاس‌های ما اجرا میشه. کلاس های زبان فنی انگلیسی داریم، الان کلاس آموزش تایپ داریم، کلاس کامپیوتر داریم و همینطور خدمات و راهنمایی برای کاریابی برای مهاجران. ما سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم اون 6 ماه اولی که وارد امریکا میشن زبان رو یاد بگیرن و بتونیم بفرستیم اولین کارشون رو بگیرن. و اینجاست که ما میایم از تمام ایرانیایی که اینجا بیزنس دارن و کمپانی دارن و شرکت دارن کمک میگیریم که به این ایرانیایی که وارد امریکا میشن اون اولین کار رو بهشون بدن که بتونن یه مقدار تجربه بگیرن، که بتونن برن به کارهای بعدی و رتبه ها و چیزهایی که علاقه مندن دنبال اونا برن بعدن. ولی مهمتر از اینه که ما از خود کامیونیتی ایرانی داریم کمک میگیریم که به خود کامیونیتی کمک بکنیم و این واقعا باعث خوشحالی و شادی من هستش که میبینم که اینقدر ایرانی ها به همدیگه دارن کمک میکنن، اینقدر دست کمک و قلبشون رو باز میکنن برای همدیگه و اینجا واقعا باعث خوشنودی منه که این چیزا رو میبینم. در کنار خدمات اجتماعی که انجام میدیم، خدمات حقوقی هم برای هم میهنان عزیزمون داریم، وکیلایی داریم که میتونن راجع به مسائل سانکشن باشون کنن، راجع به مسائل خوشنودی خشونت خانوادگی یا همون ریسترینینگ اوردر، مسائل طلاق، مسائل فامیلی لا و مشکلاتی که خلاصه در هر خانواده‌ای ممکنه پیش بیاد، مشکل خدمات مهاجرتی که ممکنه داشته باشن در قسمت‌های مختلف ایمیگریشن. در واقع به تمام نیازهایی که یک پناهنده هنگام ورود به کشور جدید احتیاج مواجه میشه با شما پاسخگو هستین و فکرشو کردین که اینا رو به گونه‌های مختلف به کمکشون بشتابید و یاریشون بدید. درسته. این الگویی که در واقع در شمال کالیفرنیا با پارسی کوالیتی سنتر درست کردید و سال گذشته به لس آنجلس آوردین و اینجا این الگو رو پیاده کردید، چقدر الان مرکز لس آنجلستون فعال در این زمینه، همزمان با شمال کالیفرنیا داره جلو میره یا در قدم های ابتداییش هست خانم دریابا؟ در قدم های ابتدایی ما هستیم، ما تازه کلاس ESL رو راه انداختیم. خب. و فکر کنم حدود 20 تا 25 تا دانشجو داریم که الان دارن میان کلاس ESL ما رو برمیدارن. داریم به زودی یه دونه جاب فر میذاریم که بهشون رزومه نوشتن رو یاد بدیم، مصاحبه کردن رو یاد بدیم که وقتی میرن سر کار چه شکلی مصاحبه بکنن، چه شکلی رزومه بنویسن. به زودی قراره کلاس کامپیوتر براشون بذاریم که آشنایی پیدا بکنن با یه سری اپلیکیشن ها یا پروگرام های مختلف در کامپیوتر و یواش یواش داریم این برنامه ها رو جلو میبریم. چقدر عالی. شما همزمان با اینکه این پناهجویان رو لازم دارید که بیان اونجا برای اینکه
کمک بهشون بکنید، داوطلب هم لازم دارید که بیان که خدمات رو ارائه بکنن، درسته؟ 100%. اتفاقا ما 2-3 هفته پیش بودش که یه وکیلی اومد و راجع به یه سری مسائل حقوقی که در این کشور بیشتر مهاجران باهاش رو در رو هستن و نمیدونن بهشون آگاهی دادن. ما ورکشاپ های مختلفی هر ماه میذاریم برای پناهندگان یا حتی برای عموم باز هستش، یعنی حتی کسایی که اینجا 20 ساله هستن و دوست دارن بیان این ورکشاپ ها رو گوش بکنن، با به قول معروف قدمشون به روی چشم میتونن بیان این برنامه ها رو گوش کنن و ببینن و استفاده بکنن ازش. اتفاقا این آقایی که قبل از من صحبت میکردن راجع به امور روانشناسی، چقدر خوب میشه که بیان راجع به این مسائل برای کامیونیتی صحبت بکنن. برای اینکه خیلی از مهاجرینی که وارد امریکا میشن اول همشون خوشحالن، ولی بعد میبینن که چقدر سخته و وارد یه دیپرشنی میشن که ماها سعی میکنیم از روانشناسای مختلف کمک بگیریم که همین ورکشاپ های مختلف بذارن که چه شکلی این مسائل رو به قول معروف اوورکام بکنن، چه شکلی مسائل رو بتونن حل بکنن توی زندگی روزمره شون. کاری که دارید انجام میدید خانم دریاباری واقعا بهتون میگم بسیار ارزشمنده، دمتون گرم که این کارو میکنید و همه شنونده خدا همه شنونده هایی که دارن برنامه ما رو میشنون در توانایی های خودشون در پایگاهی که قرار دارن، به قول ضرب المثل قدیمی ایرانی که میگه به قلمی به درمی به کرمی، اگر که به این برنامه و به این پروژه شما کمک بکنن چقدر میتونن به سایر ایرانی ها کمک. میتونم ازتون خواهش کنم که روی خط تلفن باشید، ما بریم از بخش آگهی ها بگذاریم و برگردیم من صحبت هم با شما ادامه بدم، چون هنوز به قسمت اصلی نرسیدیم. با ما باشین خانم دریاباری. صحنه او را می خواهد. کاباره تهران بعد از مدت ها تقدیم کرد. سیاوش، سیاوش سقیم. همین جمعه و همین شنبه در کاباره تهران. تلفن اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800. شب که بشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه. همین جمعه و همین شنبه سیاوش در کاباره تهران. دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی و شناخته شده دادگاه‌های مهاجرت آمریکا، وکیل موفق هزاران موکل ایرانی با سابقه درخشان جهت پیشبرد اهداف مهاجرتی خود به آمریکا، قبل از انتخاب برنامه‌های مختلف گرین کارت سرمایه‌گذاری و قبل از ارائه پرونده پناهندگی خود، از تجربه 23 ساله دکتر زهره میزراهی استفاده فرمایید. فرزندانی که در زمان مصاحبه گرین کارت 21 ساله شده باشند، تحت شرایط می توانند واجد شرایط پرونده سرمایه گذاری پدر و مادرشان قرار گیرند. جهت مشاوره حقوقی پرونده مهاجرتی خود با دکتر زهره میزراهی، وکیل خوشنام و شناخته شده جامعه ایرانی، تماس حاصل فرمایید. دکتر زهره میزراهی با پروانه وکالت از دیوان عالی کشور US Supreme Court 310-843-9494 310-843-9494. دلتان در گرو مازراتی است اما هنوز بنز یا BMW می رانید؟ خبر خوبی برایتان داریم. مازراتی گیبلی به شما معرفی می شود، چندین هزار دلار ارزان تر از بنز و BMW. شما می توانید از دو نمایندگی ما در کالیباسس و بیورلی هیلز دارای اولین و بالاترین رتبه در فروش مازراتی دیدن کنید و بدون پیش پرداخت فقط با $599 در ماه از این پس مازراتی گیبلی برانید. نشانی ما بیورلی هیلز و کالیباسس یا theautogallery.com. بیورلی هیلز کالیباسس theautogallery.com.
price comparison based on car connection competitive report base. Number one in sales based on Maserati USA combined retail sales report May 2014. Elise, see dealer for details. 15مین سالگرد تأسیس رادیو ایران KIRN 670 AM را به مدیریت برنامه‌سازان، مجریان، کارکنان و شنوندگان دوستدار آن تبریک گفته و برای کلیه این عزیزان سلامتی و توفیق روزافزون آرزو می‌کنم. دکتر اسفندیار اسفندیاری. Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran. خب دوستان بر میگردیم با گفتگومونو با خانم بیتا دریاباری ادامه میدیم به مناسبت اهمیت کاری که ایشون دارن میکنن از شمال کالیفرنیا برای ما اهالی جنوب کالیفرنیا. در نتیجه من فکر میکنم که ما اهالی جنوب کالیفرنیا واقعا جز این که دستمونو به دست این بانویی بدیم که واقعا روزها و ماهها و سالهای زندگیش رو در خدمت به خلق گذرونده هیچ چاره دیگری نداریم، چون خودمون که این کار رو نکردیم. یک نفر از شمال کالیفرنیا داره به کمک پناهندگان ایرانی در جنوب کالیفرنیا میاد، ولی وظیفه ما این هستش که به ایشون یاری بکنیم. خب خانم دریاباری به ما بگید چطور میتونیم به شما یاری بکنیم؟ لطف دارید خانم سرشار، من از شما دارم یاد میگیرم کمک به خلقو. شما استاد ما هستید، من که واقعا من تازه کارم. نه کارتون کاری که میکنید فوق العاده است در همه زمینه ها و امیدوارم که همیشه همچنان پر انرژی باقی بمونید. شما یک شما و یارانتون یک برنامه در شهر لس آنجلس دارید میگذارید که برای این مرکز لس آنجلستون کمک و یاری بگیرین. یک مهمانی است در روز 13 سپتامبر در هیلتون یونیورسال، در هتل هیلتون یونیورسال، که با شرکت کردن در اون و یا با یاری های دیگه میشه این مرکز رو برای ادامه کارش کمک کرد. در مورد این مهمونی و این گالا که اسمش رو گذاشتی جشنواره پاییزی برای ما صحبت کنین خانم دریاباری. بله، اگه اجازه بدید من یه مقدار راجع به بک‌گراند هم صحبت بکنم و اینکه قانون امریکا چی میگه راجع به این مسائل. خیلی‌ها میگن که خانم دریاباری خودش پول داره، چرا خودش میاد از مردم کمک میگیره که بیان بلیط بخرن یا بیان کمک مالی بکنن. بر طبق قانون امریکا اگر شما شرکت یا بنیادی غیر انتفاعی باز میکنید و پابلیک هستش به قول معروف، باید از کامیونیتی، باید از مردم کمک بخواین که بهتون کمک بکنن. یک مقدار من از پول خصوصی خودم تا 50-60% میتونم اون تو بذارم، ولی بقیه باید از طرف گرانت، از طرف گاورمنت باشه، گرانت از طرف آدم ها باشه، یا میتونه به حالت پول باشه، یا میتونه گرانت باشه، یا میتونه به عنوان برنامه هایی که میذاریم، جشنایی که میذاریم، مردم بیان بلیط بخرن یا سپانسر بکنن و کمک بکنن تا ما بتونیم این بنیادو به جلو ببریم. جورایی دیگه که مردم میتونن به ما کمک کنن، اگر دکتر هستن، دندان پزشک هستن یا هر جوری دیگه، میتونن بیان و سرویس مجانی به کسایی بدن که اینجا بیمه دندان پزشکی ندارن، مهاجران جدیدی که اینجا میان، یا اگر همینطور که گفتم مثلا روانشناس هستن میتونن برای ما ورکشاپ بذارن، وکیل هستن، انواع اقسام کارهای مختلف میکنن، اگه بیزنس دارن میتونن مهاجران جدید ما رو استخدام بکنن، اولین کار رو بهشون بدن. ما الان برنامه‌ای که گذاشتیم با این گلاهایی که میذاریم، با این مهمونیایی که میذاریم، سعی میکنیم یه مقدار فاندریزینگ داشته باشیم، بتونیم پول جمع بکنیم که به برنامه هامون اضافه بکنیم، به سرویس هایی که به مردم میدیم توی کامیونیتیمون به اونها اضافه بکنیم و اینجوری گسترش پیدا بکنیم توی جامعهمون. اولین برنامهمون در هیلتون یونیورسال، هیلتون یونیورسال هتل هستش توی لس آنجلس، برای سپتامبر 13 که خانم شهرا آقداشلو و هوشنگ توزیع قرارانه که امسیمون باشن، همینطور بلک کتس قراره بیاد. تیکت ها رو میتونین یا از kudum.com بخرن، $175 تیکت ها برای هر نفری، اگر دانشجو باشن 20% تخفیف میگیرن، میتونن حتی به وبسایت ما رجوع بکنن، اگر سوالی دارن به شماره 800 نمبر ما 1-888-617-1110 یا 888-617-1110 تماس بگیرن، با ما میتونیم بهشون کمک بکنیم در خریدن بلیط و
انشالله در دیدنشون دست نه. سامانه پارسی کوالیتی سنتر دوستان هست. پارسی کوالیتی سنتر یک لغت. همش هر ستا در یک، یعنی به هم چسبیده، parsequalitycenter.org. در مورد مرکز لس آنجلس، در مورد نحوه کمک کردن، در مورد نحوه کمک گرفتن، شماره تلفن، نشانی، آدرس مرکز لس آنجلس، همه اینها در اونجا هست و هر نوع اطلاعات دیگری که بخواید از طریق این سامانه میتونید بهش دسترسی داشته باشین. انتظار من واقعا از همه شما دوستانی که صدای منو میشنوید در تخصص ها و رشته های مختلف هستین اینه که بیاید دست به دست هم بدیم و به خانم بیتار دریاباری و همکارانشون کمک بکنیم که این مرکز در جنوب کالیفرنیا به موفقیت شمال کالیفرنیا برسه و ما حداقل به عنوان یک جامعه سربلند باشیم که در شهر خودمون دست هایی که به ما یاری میدن هرچند از دور از شمال کالیفرنیا رو میفشاریم و به کمکشون میشتابیم. امیدوارم که موفق باشین در برنامه‌تون خانم بیتا دریاباری. برنامه صبحانه با هما سرشار در اختیار شما و یارانتون هست. هر پیامی رو که بخواید برسونید به دوستان و همچنین همه کسانی که در کارهای غیر انتفاعی هستند، از این طریق میتونن مطمئن باشن که ما این خبرها رو به گوش دوستان میرسونیم و اگه کمکم از دستمون بر بیاد در خدمتتون هستیم. شما لطف دارین، من در خدمت شما و همه هموطنان عزیز هستم، همینطور تمام من و همکارانم در پارس اینجا هستیم که زندگی رو انشالله بتونیم برای یکایک شما آسان تر بکنیم و تا اونجایی که میتونیم آرامش و آسایش رو به زندگی شما بیاریم. موفق و پیروز باشین خانم بیتا دریاباری. روزتون خوش. روز شما خوش. خب یاران، به پایان برنامه رسیدیم. برنامه هفته آینده رو خواهش میکنم توی ایرانیان هاتلاین، روی اینترنت، در ایرانیان ایونتس ببینید. فرصت نشد که از همش صحبت بکنم، فقط به سرعت میگم یک از طرف پاکی یک چیز هست، یک درایو برای گرفتن یه رجیستری هستش که احتیاج هست به یک ایرانی، یک مرد جوان ایرانی امریکایی که لوکیمیا داره کمک بشه. امروز 16 آگست در مستر جوس در وودلند هیلز 214 ونچورا بولوار و در سوپر ایرواین در 1420 کالور درایو در شهر ایرواین برای این کمک از طریق پاکی برای یه رجیستری، فقط کافی آب دهانتون رو آزمایش میکنن، بهشون کمک بکنید. از مهمانان عزیز برنامه هم دکتر جواد نفیسی، پرویز صیاد، دکتر ماندانا زندیان، فریبرز داوودیان، دکتر صدرالدین الهی و خانم بیتا دریاباری سپاسگزاری میکنم و همینطور از شما عزیزان. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، روزهاتون آفتابی و ایام به کام. Los Angeles. توجه، going out of business. یک فرصت استثنایی، رابرتسون گالری تا یک شنبه 7 سپتامبر بسته می شود. انبوی لوسر های اروپایی، مورانو گلاس، لویجی، سرپای آلمانی، اجناس آنتیک، کادویی و تزینی و تابلوهای نفیس نقاشی باید تا یک شنبه 7 سپتامبر با پیشنهاد منصفانه شما فروخته شوند. رابرتسون گالری در 1439 رابرتسون یک بلاک جنوب پیکو، 310-903-2629. با قدرت، با تجربه، جنگنده، وکیل دادگاهی، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 19 سال تجربه و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت. من دکتر الکس اسکندری از شما دعوت می کنم به نظرات چندی از موکلین دفاتر حقوقی LA Trial Lawyers توجه فرمایید. My name is Marie. Mr. Eskandari has been my lawyer. He's not only kind and hardworking, but also he's really experienced and cares about his clients. شهاب هستم. به دلیل کیس صدمات شدید بدنی که چندین وکیل نتونسته بودن کاری برام انجام بدن به آقای دکتر الکساندر اسکندری مراجعه کردم. ایشون با صداقت و درایت کامل در تمام مراحل پرونده با من همراه بودن و تونستن به نحو بسیار شایسته از حقوق قانونی من دفاع کنن. دفاتر در بیورلی هیلز، پاسادینا و اورنج کانتی. 310-492-2000 1-855 سرمه.
با سلام، فرشید عبیر هستم و به همراه الکس کهن و دیگر همکارانمون در دفاتر حقوقی الکس کهن و همکاران 15 سالگرد تأسیس رادیو 670 AM رو به تمام کارمندان و مدیریت زحمتکش رادیو 670 AM تبریک میگم. گرد همایی درویشان نقشبندی بیورلی هیلز امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر در کلیسای برنت وود واقع در 343 ساوث چرچ لین برگزار می شود. سخنرانی به زبان انگلیسی توسط دکتر نور کبانی همراه با ذکر الله، نماز و شام. برای اطلاعات بیشتر با مرکز اسلامی بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-859-0404 310-859-0404. Who might you save? Your mother, your father, your husband, uncle, aunt, son. Learn FAST, F-A-S-T, the sudden signs of a stroke, and you could save... Your friend, your best friend, teacher, boss, coach. F, face drooping. A, arm weakness. S, speech difficulty. T, time to call 911. F-A-S-T, face, arm, speech, time. That's F, face drooping. A, arm weakness. S, speech difficulty. T, time to call 911. The sooner they get to the hospital, the sooner they'll get treatment. And that can make a remarkable difference in the recovery of... Your neighbor, the waiter, a fellow shopper, a total stranger, grandmother, grandfather...